بونجور اتوس، سلام به همه. دوستا بازم خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای آموزش زبان فرانسه و دری. امیدوار هستم که همتون جور و صحت و سلامت باشین. دوستا در این ویدیو میبینیم که سبزیجات به زبان فرانسه چی میگن؟ قسمی که در ویدیو قبلی سر میوه‌جات کار کرده بودیم، در این ویدیو سر سبزیجات کار میکنیم. لگیوم سبزیجات، لگیوم. دوستا لگیوم سبزیجات هم میگن اینجا، لگیوم بخاطر که جمع هستن، لی شده و لگیوم هم اس گرفته. لگیوم یعنی سبزیجات. پوم دو تر دوستا، قسمی که ما در ویدیو قبلی کار کرده بودیم، پوم یعنی سیب و دو تر، تر یعنی زمین. و قسمی که دوستای ما کچالو میگیم البته به دری و به فارسی زبان ها، یا دوستای ایرانی ما سیب زمینی میگن به کچالو، که به زبان فرانسه دقیقا همو سیب زمینی میشه اگر ما ترجمه دقیق کنیم. که جب ببینین پوم سیب میگن و تر دو تر، دو تر یعنی از زمین اگر، ولی اینجا پوم دو تر یعنی سیب زمینی که ما شما میگیم کچالو. پوم دو تر کچالو. پیمون یعنی مرچ. پیمون مرچ، باز انواع مرچ داره که مثلا میگن پیمون ور یا پیمون روژ یا انواعش وجود داره، ولی در کل پیمون یعنی مرچ. و کاروت یعنی زردک، یا دوستای ایرانی ما هاویچ میگن. کاروت یعنی زردک. و نوه یعنی شلغم. و دوستا اینجا ببینین پیاز کم تلفظ متوجه، دقت کنین به تلفظ، چون او قسمی که نشته میشه تلفظ نمیشه، بنان تلفظ پیاز باید دقت کنین که میگن اونیوم یعنی پیاز. این آخر تلفظ نکنین و اونیوم یعنی پیاز. و اینجا داریم شامپینیون، اینجا هم این آخر تلفظ نمیشه. شامپینیون یعنی سمارق یا هم قارچ. پس سمارق یا قارچ میگن شامپینیون. و تومات یعنی بادنجان رومی. تومات بادنجان رومی. کنکومبر یعنی بادرنگ یا هم خیار. کنکومبر. و با گلپی میگن شو فلور گلپی. اوبرژین یعنی بادنجان سیاه. اوبرژین. و اینجا داریم پوافرون یعنی مرچ دلمه، و مرچ دلمه میگن پوافرون. اپینار یعنی سبزی پالک میگن اپینار. و اینجا سیرم با سیر میگن ای یعنی اینجا ال تلفظ نمیشه دوستا، ای. و معمولا سیره با اختیت دیفینی زیادتر میگن به خاطر که تلفظش از نگاه تلفظی هم زیباتر می لای. اینجا دوستا ال اپوستروف، فقط ال اپوستروف میتونیم که با ارتیکل دیفینی میآید بهتر میآید که لای میشه. بس ای یعنی سیر. ما لز ارتیکل دیفینی را کار کرده بودیم در یک ویدیوی دیگر. دوستایی که نو پیوستن و میخواین ارتیکل دیفینی یا حرف معین، حرف معین که لو لا لی است، او را ما در یک ویدیوی دیگر مفصل کار کرده بودیم. فقط میتونن ویدیوی قبلی را ببینن تا
les articles définis à bout de que کجا استفاده میشه و مورد استفادهش. دوستان اینجا داریم پیمان روژ. قسمی که ما در رنگا کار کرده بودیم روژ یعنی سرخ. حالا میفهمیم مطمئن هستم میفهمیم که پیمان هم اینجا دیدیم که مرچه میگه و روژ سرخ یعنی پیمان روژ یعنی مرچه سرخ. یک بار دیگه تکرار میکنم دوستا پوم دو تر کچالو پیمان مرچ کاروت زردک یا هویچ نوه شلغم اونیون پیاز شامپینیون یعنی سمارق یا هم قارچ تومات بادنجان رومی کنکمبر بادرنگ شوفلور گلپی اوبرژین بادنجان سیاه پوافرون مرچ دلمه اپینار سبزی پالک ای یعنی سیر پیمان روژ مرچ سیاه ببخشید مرچ سرخ. تشکر میکنم دوستای عزیز. اگر شما سوال، پیشنهاد، انتقاد دارین در صفحه کامنت میتونین با من شریک کنین تا ما بتونم جواب ارائه کنم و امیدوار هستم که ویدیو مفید واقع شده باشه. تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند میسپارم. شب و روزتان خوش.